اما سمبل دیگه که داریم این مورد هست و صدای آی رو میده. یعنی اگر شما این سمبل رو که از دوتا شکل دوتا حرف انگار تشکیل شده یک سمبل در نظر میگیریم، بین دو خط اگر دیدیدش چی باید بخونیمش؟ باید بخونیمش آی آی. و توی واژه‌های مثل try, my, five, lie و همون واژه آی هم دیده میشه. اوکی؟ پس شد try, my, five, lie و آی. اوکی؟ باز هم میبینید که صدا در ابتدا و انتها با هم دیگه متفاوته. آی یعنی حرکت دهان، گفتیم دیفتانگ ها اینجوری هستن، حرکت دهان، دهان حرکت میکنه در ابتدا یک شکل داره، بعد حرکت میکنه شکل دیگه رو داره. میبینید آی آ ای در ابتدا باز هست تا برای اینکه بتونیم آ رو بگیم و بعد میبندیمش برای گفتن یه. و همینطور اینکه این صدا تنها از یک حرف بیرون نمیاد، یک جا در از وای بیرون میاد، یک جا از همون آی بیرون میاد، یک جا از آی ای میاد و خب جا به جا متفاوت هست و باید این خط رو بلد باشیم. اوکی؟ بریم سراغ سمبول بعدی. اما سمبول بعدی، سمبول بعدی اوی خونده میشه. اوی. اوکی؟ و در واژه هایی مثل بوی، توی، چویس، جوی و نویز میشه اینها رو دید. پس توی این واژه ها شما این صدا رو میبینید که به رنگ قرمز آوردمش. اینها رو وقتی میخوایم بنویسیمش از این سمبل استفاده میکنیم و به این شکل مینویسیمش. صدای اوی رو ایجاد میکنیم، یه جا اوای هست یه جا اوای هست، تفاوتی نمیکنه. به هر حال ما باید این رو به این شکل تحفظش کنیم. اوکی؟ پس این هم شد اوی. احتیاج به تمرین داره، به این سرعت نمیشه به یادش گرفت، اما خب به هر حال وقتی که ما 5 تاش رو بلد باشیم هر بار که نگاه میکنیم هی کمک میکنه دیگه. مثلا ار یاد گرفتیم، حالا دد بد تد نمیدونم هر چیز مثل این رو هی کار میکنیم، این ا میره توی ذهنمون، میریم سراغ نمیدونم اوی، میریم سراغ نمیدونم یکی دیگه. یواش یواش باید کار کنیم و هی مثلا مثل نوتای موسیقی دیگه که اول نمیام همه نوتا رو کار کنیم، که اول یک حرفش رو یاد میگیریم، در واقع یک نوت رو یاد میگیریم و میریم سراغ اونای دیگه. همینطور برای یاد گرفتن زبان ما هم 32 تا حرف رو یک جا یاد نگرفتیم، که دونه دونه یاد گرفتیم و از همون دوست تک بلد بودیم تا اونجا که میشد واژه درست کردیم شکل مختلف و دوباره رفتیم بلندتر و بلندتر و بلندتر. درسته؟ این وضعیت برای این زبان و این خط هم وجود داره که امیدوارم با حوصله دونه دونه انجامش بدید، مرحله مرحله انجامش بدید. هر بار گیر کردید برگردید ویدیوها رو یا آموزش‌های توی دیکشنری، آخر دیکشنری رو ببینید و خودتون رو هی آماده تر کنید و دیگه این خط هم جز خطایی بشه که بتونید بهش بنویسید و بخونید. اوکی؟ بریم سراغ مورد بعدی. مورد بعدی هم دیپتونگ هست. میبینیدش؟ به هر حال وقتی میبینیم دو تا حرف هست میتونیم بفهمیم که دیپتونگ هست. و صداش خب به هر حال شکل دهان از ابتدا تا انتهای اون صدا تغییر میکنه و چی میخونیمش؟ او. او. یکی او و یکی او. او این دوتا حرف دوتا صدا با همیشن یه دیفتانگ میشه او. و در واژه مثل go, joke, boat, coat و though شما میتونید ببینیدش. در این واژه ها برنگ قرمز آوردمشون، اینها صدای او رو در خودشون دارن، حالا با حرف های مختلف، اما صدایی که هست درش این صدا هست که اینجا میبینیدش بالا سر من. اوکی؟ این هم صدای او. اوکی؟ هر چقدر نیاز هست تمرین کنید، هر چقدر نیاز هست هی بیادش عقبتر دوباره تلفظ کنید، دوباره بگردید، دوباره تلفظ کنید که با شکلش تلفظ که میکنید حالا درسته شما تلفظاشون رو بلد هست. میخوایم وقتی که داریم این سمبول رو میبینیم تلفظش کنیم تا این سمبول و توی ذهنمون یه ارتباطی بین این سمبول و این صدا بتونیم ایجاد کنیم. اوکی؟ واسه همین خوب نگاش کنید و در حال که نگاش میکنید تلفظش کنید. اوکی؟ اونا همشون و هم دیگه وصله، واسه همین جدی بگیرید انجامش بدید. بریم سراغ سمبول دیگه.